باعث افتخار من هست که امروز مجمع عمومی سازمان ملل را خطاب قرار دهم. 75 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پایه‌ریزی سازمان ملل، یک بار دیگر ما در یک کارزار بزرگ جهانی هستیم. ما یک جنگ بسیار بزرگی با یک دشمن نامرئی داشتیم، با ویروس چینی که در 188 کشور جانهای زیادی را گرفته است. در ایالات متحده ما بزرگترین تلاش را از زمان جنگ جهانی دوم به عمل آورده ایم. ما توانسته ایم دستگاه‌های تنفس بسیار زیادی را تولید بکنیم و حتی به مازادی رسیده ایم که آن را توانستیم به شرکا و متحدان خود بدهیم. ما توانستیم درمان‌هایی را ارائه بکنیم که جان بسیاری را نجات دهد و 85% از آمار مرگ و میرها کاهش دهد. 3 واکسن در مراحل واپسین آزمایش هستند و ما اجازه خواهیم داد که به محض تولید شدن بتوانند در بازار توزیع شوند. ما یک واکسن را توزیع خواهیم کرد. ما این ویروس را شکست خواهیم داد. ما به این پاندمیک پایان خواهیم داد و وارد یک دوره بی سابقه پیشرفت، همکاری و صلح خواهیم شد. ما در پی این آینده درخشان برای خود هستیم، ولی همزمان باید آن کشوری را که این ویروس را به همه دنیا پخش کرد پاسخگو قرار دهیم. چین کشوری بود که در روزهای اولیه ظهور این ویروس اجازه داد که پروازها از این کشور بیرون بروند و ویروس را به نقاط دیگر جهان ببرند. چین پروازهای داخلی خودشون رو لغو کردند، اما ممنوعیت سفر کسان به آمریکا رو از طرف من محکوم کردند. سازمان بهداشت جهانی عملا زیر کنترل چین است و این سازمان به اشتباه اعلام کرد که هیچ نشانه وجود ندارد که این ویروس از طرف انسان به انسان منتقل شود. سازمان ملل باید چین را پاسخگو قرار دهد به خاطر رفتارهای خودش. علاوه بر اینها، چین هر سال هزاران هزار تن پلاستیک و زباله را در دریاها خالی می کند. در آبهای دیگران بیش از اندازه ماهیگیری می کند و مرجانهای دریایی را از بین می برد و بیش از هر کشور دیگر مواد سمی را وارد جو زمین می کند. انتشار دیوکسید کربن چین در کره زمین و در جو کره زمین دو برابر ایالات متحده است. بعد از اینکه من از توافق پاریس خارج شدم سال گذشته، آمریکا بیش از هر کشوری در توافق پاریس انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش کرد. آنهایی که به کارنامه زیست محیطی آمریکا حمله می‌کنند ولی به زباله‌سازی‌ها و آرایندگی‌های چین بی‌توجهی می‌کنند، هیچ علاقه‌ای به محیط زیست ندارند. آنها فقط می‌خواهند ایالات متحده آمریکا را تنبیه کنند و من اجازه این را نخواهم داد. اگر سازمان ملل قرار است که یک سازمان کارایی باشد، باید بر روی مسائل واقعی جهان تمرکز کند، از جمله تروریسم، ظلم به زنان، بردگی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسانها، سرکوب مذهبی و پاکسازی قومی اقلیت‌های مذهبی. ایالات متحده همواره در زمینه حقوق بشر یک رهبر خواهد بود. دولت من به دنبال آزادی مذاهب، دادن فرصت به زنان، جرم‌زدایی از همجنسگرایی، مبارزه با قاچاق انسان و حفاظت از نوزادان به دنیا نیامده است. ما می‌دانیم که پیشرفت در آمریکا منشور و جانمایه امنیت و صلح در جهان است. ما در 3 سال توانستیم بزرگترین اقتصاد جهان را بسازیم و دوباره این کار را خواهیم کرد. نیروهای مسلح ما بسیار بزرگتر شده اند. ما 2,500 میلیارد دلار در 4 سال گذشته برای نیروهای مسلح خود خرج کرده ایم. ما قوی ترین نیروهای مسلح دنیا را داریم. هیچ کس به گرد ما هم نمی رسد. ما در مقابل سوء استفاده چین از نظام داد و ستد استفاده کردیم. ما تحکیم کردیم اتحاد ناتو را و الان تمام کشورهای عضو این اتحاد دارن سهم بیشتری می پردازند و توانستیم توافق‌های بیشتری با گواتمالا و السالوادور منعقد بکنیم که جلوی بیشتر قاچاق انسان را بگیرد. ما در کنار مردم کوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا ایستاده‌ایم در جهت مبارزه آنها برای تحقق آزادی. ما از توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران بیرون کشیدیم و خلافت اسلامی داعش را از بین بردیم، مؤسس آن البغدادی را کشتیم و قاسم سلیمانی که تروریست شماره 1 دنیا را بود
کشتیم. ما توانستیم بین صربستان و کوسوو صلح برقرار بکنیم. ما توانستیم دو قرارداد صلح را در خاورمیانه برقرار بکنیم بعد از 10 سال که هیچ پیشرفتی حاصل نشده بود. اسرائیل با امارات متحده عربی و با بحرین یک توافق صلح را در کاخ سفید امضا کردند و کشورهای دیگری در خاورمیانه هم به زودی و به سرعت خواهند آمد و این توافق صلح را امضا خواهند که آنها میدونن که این کار برای خودشان و دنیا خوب است. اینها افق جدیدی رو در خاورمیانه رقم خواهد زد. ما با اتخاذ یک رویه جدید توانستیم به نتایج بهتری برسیم. نتایج بسیار بهتری. ما یک رویه جدید رو در پیش گرفتیم و این رویه جواب داد. ما می‌خواهیم به زودی توافق‌های بیشتر صلحی را به دنیا نشان دهیم. من هرگز برای این منطقه بیش از این خوشبین نبودم. اینقدر خوشبین نبودم که امروز هستم. دیگر خونریزی را ما شاهد نخواهیم بود. امیدوار هستم. همونطور که من با شما صحبت می‌کنم، ما در حال تلاش برای پایان دادن به جنگ در افغانستان و بازگرداندن نیروهای خود به خانه هستیم. متحده به سرنوشت خود پایبند است برای تحقق صلح از طریق قدرت. ما بیش از هر زمان قدرتمند هستیم. سلاح‌های ما بسیار پیشرفته هستند، پیشرفته تر از هر زمانی. ما هرگز حتی فکر نمی‌کردیم که چنین سلاح‌هایی را داشته باشیم و فقط دعا می‌کنم به خدا که هرگز لازم نباشد که از این سلاح‌ها استفاده بکنیم. ده‌ها سال است که صداهای خسته کننده همان راه حل‌های خسته کننده را پیش میکشند و تشویق میکنند، ولی وقتی شما بتوانید از شهروندان خودتان مراقبت و مواظبت بکنین، اون موقع میتونین مبنای قوی رو برای همکاری با یکدیگر هم پیدا بکنین. من به عنوان رئیس جمهور رد کردم رویه های شکست خورده گذشته رو و دوباره آمریکا رو در اولویت قرار دارم، همون گونه که شما باید کشور خودتون رو در اولویت قرار بدین. هیچ اشکال ندارد. این کاری است که شما باید انجام دهید. من بسیار مطمئن هستم که سال دیگر وقتی ما شخصا در مجمع عمومی سازمان ملل بگرد هم بیاییم، یکی از بهترین سالهای تاریخ خود را شاهد خواهیم بود، یکی از بهترین سالهای تاریخ جهان. متشکر هستم. خداوند ایالات متحده و سازمان ملل را مشمول رحمت خود قرار دهد.